آشنایی با موسیقی ایران، برنامه ای از استاد حمید متبسم و سمیرا گلباز. با شناخت بیشتر، بیش از پیش از موسیقی لذت ببریم. برنامه امروز، یاد شیرین کلاس استاد، بخش یکم. یاد شیرین کلاس استاد، عنوان دلنوشته ای از حمید متبسم که ما رو به خودش به دوران کودکی و نوجوانی رو میبره و چگونگی موزیسین شدنش و راه پیدا کردنش به تهران و دانشسرای هنر و هنرستان و موسیقی ملی. این داستان به خصوص متمرکز روی علاقه خاص متبسم به استادش هوشنگ ظریف که متاسفانه حدود یک ماه پیش از بین ما رفتن. هوشنگ ظریف یکی از نوازندگان برجسته تار در چند دهه اخیر بود که به جز چیره دستی در نوازندگی، در آموزگاری این ساز و تربیت هنرجویان شهرت ویژه‌ای داشت. داروش طلایی، حسین علیزاده، ارشد طهماسبی، شهریار فریدصفی، مرداد و محمد دلنوازی و حمید متبسم همگی از هنرآموختگان کلاس او هستند. خاطرات و صحبت‌های همگی این عزیزان حکایت از کیفیت کلاس‌ها و مهربانی هوشنگ ظریف داره. حالا قبل از اینکه بیشتر به این استاد بزرگ بپردازیم، بریم و از زبان حمید بشنویم که چطور و چگونه شد. با هزار مکافات و دردسر رضایت داد که به تهران بروم و خیالی که در سال گذشته خواب و خوراکم بود را به واقعیت نزدیک کنم. حدود یک سال قبل وقتی برادرم که آن وقتها دوران سپاهیگری خود را می‌گذراند به خانه برگشت، از اینکه در دو ماه گذشته کمی تار زدن یاد گرفته بودم متعجب شد و مرا تشویق کرد که برای تحصیل موسیقی به تهران بروم و برایم از هنرستان موسیقی و وزیری و خالقی گفت. ولی پدرم که خود به این عشق دامن زده بود، مسئله را طور دیگری می دید. یکی دو سالی بود که دوباره دست به ساز می زد. برادر و خواهرهای بزرگتر که حالا عقلشان می رسید به او اصرار می کردند که برای من ساز بزند. غیر از نوازندگی پدرم، مغازه صفحه فروشی و لوازم موسیقیش و همینطور ویولن مسن‌ترین برادرم زندگی ما را از نظر روحی و مادی وابسته به موسیقی می کرد. اوایل تابستان گذشته به فرزند یکی از دوستان قدیمیش که در آمریکا زندگی می کرد و سفری به مشهد کرده بود و می خواست هدیه ایرانی با ارزشی به استاد دانشگاهش بدهد، تاری را فروخت که خودش می گفت کار عباس صنعت است. ساز خوشنقشی بود و گوشی هایش صدفکاری شده بودند.
پوست و پردهش به راه نبود و قرار شد پدرم تعمیرش کند و بعد از ظهر بیایند و ساز را از خانه ببرند. خانه ما درست پشت مغازه در کوچه هلالی شکل واقع شده بود که دو سرش 50 متری از مغازه پدرم فاصله داشت، طوری که از مغازه به خانه از هر طرف این بیزی به یک اندازه فاصله بود. فضای اصلی سکونت خانه دو پله ای از سطح کوچه بالاتر بود، ولی حیاط، آشپزخانه و حوضخانه 10 پله ای گودتر. به خاطر خنک بودن زیرزمین‌ها و حوضخانه ما تمام تابستان را پایین می‌گذراندیم. آن روز که خریداران تار به حوضخانه دعوت شدند، پدرم تار تازه تعمیر شده را روی تخت حوضخانه گذاشته بود. سیم‌ها و پرده‌هایش برق می‌زد و انگار دلشان برای مضراب و پنجه گرمی پر می‌زد. همه پس از نوشیدن شربت رفتند سر اصل مطلب و تار را که حالا نونوار شده بود ورانداز کردند. خریدار رو به پدرم گفت: علی جان، ما که تار زدن بلد نیستیم، صدایش را در بیاور بشنویم. پدرم علی متبسم را در مشهد دوستداران موسیقی و اهل حال علی جان صدا می کردند، چرا که او با وجود فشار قشریون اولین کسی بود که جرأت کرده بود در مشهد موسیقی را پیشه خیش کند و موجبات شادی و حال اهالی را فراهم کند. و اگرچه هرچند گاهی از ترس دنیا و آخرت شغلی دیگر می گزید، ولی دیری نمی گذشت که به اصل خیش باز میگشت و دوباره علی جان مردم مشهد میشد. باری علی جان تار را برداشت و نغمه ای ساز کرد که هوش از سر حاضران رفت و زندگی تازه‌ای برای من رقم زد. با اینکه هر لحظه زندگی من با آواز خوش بنان و ساز محجوبی و از این دست میگذشت، هیچگاه هیچ نغمه‌ای مرا این چنین دگرگون نکرده بود. گرم و آهسته مینواخت در پرده شور. نمیدانم چه شد و چگونه گذشت که آنها بردن تار را به ساعتی بعد موکول کردند. فقط میدانم که در فاصله‌ای که مهمانها و پدرم تا در خانه بروند، من و تار در حوضخانه تنها بودیم. با احترام و احتیاط به سویش رفتم و در آغوشش گرفتم. برای اولین بار پس از سالها آشنایی. زهی شور که انگیخته عالم، زهی کار، زهی بار که آنجاست. خدایا، انگشتم را روی پرده لا که آن وقت اسمش را نمی دانستم گذاشتم و اولین نوت‌های پیش در آمده شور شهنازی را که آن روز برای اولین بار شنیده بودم نواختم.
حمید با صدای مهربان و متعجب پدرش به هوش اومد. علی جان پرسید: پیش کی اینها رو مشق کردی آقا جان؟ حمید گفت: الان از دیدن شما یاد گرفتم. پدر به شور اومد و با عجله تار دیگری رو که زیاد رو براه نبود به دست گرفت و گفت: باقیش اینطوره. و به این ترتیب حمید 6 ماهی در کلاس پدر مشق تار کرد تا اینکه علی جان متبسم با 1000 مکافات و دردسر موافقت کرد که حمید به تهران بره و درس موسیقی بخونه. در تهران چه گذشت؟ در برنامه بعدی براتون تعریف میکنیم. شاد و پیروز باشید. We'll be right back.
موسیقی.